بیشتر از 260 فعال مدنی و سیاسی ساکن ایران و خارج از ایران در نامه‌ای از مقام‌های قضایی ایران خواستند که دادگاه رسیدگی به اتهامات 5 نفر از وکلا و فعالان مدنی مرتبط با پرونده سوء مدیریت در بحران کرونا به صورت علنی برگزار بشه. در این نامه به سوء مدیریت مقامات جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بحران کرونا تاکید شده. دادگاه این 5 نفر قرار روز 21 مهر ماه در شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران برگزار بشه. احمد رضا حائری فعال سیاسی از تهران با ما همراه شده. آقای حائری، چرا شما و کسانی که این نامه رو امضا کردین خواستار این شدین که دادگاه این 5 نفر به صورت علنی برگزار بشه؟ سلام و درود خدمت شما بینندگان محترمتون. دو تا وجه داره نوشتن این بیانیه و نامه سرگشاده. یه وجهش مسئله این موضوع دادخواهی از حق سلامت مردمه، کاری که این دوستان انجام دادن و البته با بازداشتشون ناکامون، موضوعی بوده که مورد سوال همه مردم ایران علل عموم و فعالانی که این بیانیه را امضا کردن نیز هست. بحث سوء مدیریت در بحران کرونا به خصوص در ماه اخیر که متفاوت شد وضعیت واردات واکسن با دوره دولت‌های روحانی، سوالات و ابهامات هم بیشتر شده. اینکه مقامات میگن با یک تلفن رئیس جمهور، یعنی آقای رئیسی، سیل واکسن به سوی ایران اومده در این یک ماه، سوالات رو بیشتر کرده، پرسش‌های از افکار عمومی بیشتر شده. و یک وجه نوشتن این بیانیه این بود که سوالات جواب داده بشه و مشخص بشه که مقصر جان باختن ده‌ها هزار تن از شهروندان ما کی بوده. وجه دیگر موضوع بحث فعالیت مدنی به صورت کلی هست. این دوستان ما رو در محل انجمن دفاع از حقوق شهروندی بازداشت کردن و یک انجمنی که مجوز داره. بسیاری از امضا کنندگان بیانیه فعال مدنی داخلی هستن. براشون این سوال وجود داره از نهادهای امنیتی، از مقامات جمهوری اسلامی که واقعا فعالیت، یعنی حد تحمل اینها چقدره؟ دیگه مدنی تر از این که شما برید در دادگاهی که زیر نظر خود مقامات جمهوری اسلامی هست طرح دعوا بکنید؟ تازه این کار رو هم دوستان قصد داشتن بررسی بکنن، یعنی به محله اقامه دعوا نرسیده. واقعا این سوال وجود داره. وقتی این تحمل نمیشه دیگه واقعا چه باید کرد؟ سوال برای ما هست. و اینکه فردا واقعا انتظار اینه که دادگاه علنی برگزار بشه فردا صبح و همه مردم در جریان دفاعیات این عزیزان قرار بگیرن، وکلاشون و خودشون، و اتهاماتی که پرونده سازان و اونها تظاهر دیدن در اون اتهامات و دفاعیات دوستان رو مردم بشنون و مردم قضاوت کنن در مورد این موضوع مقصران جان باختن ده ها هزار تن از شهروندان. ممنونم از شما. احمد رضا حائری فعال سیاسی از تهران با ما همراه بودید.